بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما در پروگرام اکسل آفیس بتن است. ما شما در آفیس بتن میاییم، در نخست داریم نیو، چیز است که ما شما در پروگرام وردم خوانده بودیم و حالا بفهمیم موضوعات نیو چی است. توسط نیو ما میتونیم یک ورکبوک جدید بیاریم، مثلا که در پروگرام اکسل ما میتونیم یک داکومنت جدید بیاریم و حالا میتونیم اکثریت کسا میگن صفحه جدید، ما دوردم خوانده بودیم که صفحه جدید برای ما ایجاد نمیکنه و فرق فهمیدیم بین صفحه و داکومنت در پروگرام ورد چی هستن و حالا میگیم فرق بین ورکبوک و صفحه در اینجا چی هستن. سعی کنیم مثلا ما یک موضوع اینجا فعلا درج میکنیم، رابطه با افغانستان اور کابل. فکر کنین همیشه در مجموع بخش محاسبه کابل هست. مثال طور مثال براتون میگم، ما میخواهیم که مکمل امی ورکبوک جدا بسازم. ورکبوک به این معنی مثل که ما شما گفتیم یک مضامین در یک کتابچه گرفتیم درباره افغانستان، میخوایم رابطه با پاکستان یک مضمون دیگر نشته کنیم، برازو یک کتابچه دیگه ایجاد میکنیم. پس همون کتابچه دیگه چی شد؟ یک ورکبوک قرار گرفت. وقتی که صفحه میگیم، صفحه در داخل که یک کتابچه ایجاد میشه، اما میخوایم مستقیما مضمون جدا بسازیم، باز در این صورت میتونیم که در اینجا بیاین و بعد از این بیاین درش بگوین نیو. یعنی به این معنی که ما میخوایم که چیزی که در اینجا ارتباط داره، ارتباط امی با پاکستان رو بیخی جدا بسازن. باز در این صورت میتونین این صفحه نه که یک ورکبوک جدید برتون میاد، بالاش کلک میکنین و بعد از این درش بگو بلانک ورکبوک کریت، یعنی ایجاد کن. فعلا اینجا ما متوجه باشیم که بوک یک هستیم در قسمت تاسکبار. وقتی که مجرد که می کریت کنیم، بوک تو برتون ایجاد شد. این حال اگر ما بیاییم میره به نام پاکستان ثبتش میکنیم، این علایده ثبت میشه، چیزی که رابطه با کابل بود جدا ثبت میشه. پس به این معنی ما میتونیم که از نیو استفاده کنیم. من حالا میره سیف میکنم، میگم این را در استاپ ثبت کنم به نام پاکستان و در کابل میریم، این را میگیم سیف کن در استاپ به نام کابل. وقتی که ما شما به این سیکنم دو ورد بوکی جا برام آمد، اگر ما صفحه میگفتیم باید از در داخلش در داخل ما یک موضوعات ورکبوک که ما داشتیم دو بخش ثبت میشد. یعنی هر وقت بخوایم که دو بخش ما جدا بسازیم یا تجزیه کنیم، میتونیم که از نیو و براتون ورکبوک جدید میتونه ایجاد کنیم. بعد از این میایم در اینجا ما داریم اوپن. اوپن یعنی بازنمودن فایل. اولا ما باید از یک فایل از قبلا ثبت داشته باشیم. طور مثال من یک فایل به نام مشعل، اولا ما باید از اینجا بریم از آفیس بتن سیف کنیم. سیف یعنی ثبتش کنیم، میگیم در استاب به نام مشعل. اینال اینجا سیف کنیم، سیف یعنی ثبت. وقتی که فایل ما ثبت شد به نام مشعل، اینال اگر ما بیاییم بخواییم که اینجا در اینجا باز کنم، میگم اوپن کن، یعنی باز کن. چیرا باز کنم؟ تبیز که از قبل ما باید فایل ثبت کردگی داشته باشیم. مجرد تک بالاش کلک کنم، میگم از دسکتاپ به نام مشعل ما فایل داشتم، امکان داره که یک ساعت پیش، یک روز پیش یا یک ماه پیش ثبت شده باشه. مجرد که بگیم اوپن، فایل که به نام مشعل بود برای ما بازش کرد که قبلا ثبت شده بود. بعد از اینجا داریم سیف. سیف یعنی ثبت نمودن فایل. طور مثال من جدید یک فایل نشته میکنم به نام افغانیتی. این حال کار ما تکمیل شد. فعلا این در حافظه ریم قرار داره که ما شما در نوتا خوانده بودیم، حافظه موقت هستن. چون موقت هست که من وقت کلودش کنم میگه دو یوان سیف، آیا میگه حسابش کنی به ایمان است؟ خیلی تازه در کدام حافظه بود؟ موقت بود دیگه، کال میگه سیف در حافظه ریم بود. اینا رو میگم یس میخوایم ثبتش کنم، یعنی یس به ایمان در حافظه دائمی میخوایم روانش کنم. چی چه سیفش کنیم؟ چی برین از حافظه بتن برازو برش بگین سیف ثبتش کن. در کجا؟ مای ریسنت داکومنت استاپ یا مای داکومنت. اینا نه مای ریسنت داکومنت استاپ مای داکومنت اینجاس. یعنی مای ریسنت داکومنت هستن که در داخل ازی ثبت میشن. دسکتاپ هم در دسکتاپ، مای داکومنت هم در داخل مای داکومنت که هر سیزی مربوطش چی میشه؟ درایو سی میشه. وقتی که ما بیم در مای کامپیوتر درایو سی، چرا که خود ویندوز ما در درایو سی نستال هستم، اوپن داکومنت هستم. بعد از این فعلا ما در یوزر باز هستم، اینی دسکتاپ فولدرش، اینی ها مای داکومنت فولدرش که ما میتونیم فقط سایز یک سایز است، مثل که ما یک بخش ترجیح کنیم، ما میتونیم مسیر به جای مختلف عمل خود انجام بدیم. اگر بگوییم مای کامپیوتر، همیشه فایلتان و فکرتان باشه در درایو سی ثبت نکنیم که مای داکومنت دسکتاپ و مستقیم درایو سی است. به خاطر اینکه ویندوز در درایو سی است، اگر ویندوزتان کراپ میشه یا از بین میره، مجرد که فایلتان در دسکتاپ و مای داکومنت باشه، امکان داره بعد از انستالیشن یا تر مشکلی باشه کرپیارم نشه.
بستگی است که فایلی که در داخل از او است مکمل از بین میره. همیشه فایلتان باید از خارج از درایو سی مثل درایو دی، ای، اف و متبقی درایو های دیگر این باید از عمل تطبیق شد. اگر بگوییم مای نتورک، مای نتورک پلیس ما شما در بخش نتورک میخوانیم فعلا ما در نتورک فعال هستم. انتایر نتورک، مایکروسافت نتورک، nlini.it.com سرور ما هست، اونو سیستم هست و اور گروپ هم پی سی وان که خودم هستم اور گروپ و یکی هم پی سی ما هست، یکی هم اونو پی سی دیگه اور گروپ هستم. یعنی مستقیم ما میدانیم که از همیجا با بو کمپیوتر فایل خدا سیف کنم. نه ما میدانیم که از طریق مای نتورک پلیس از یک سیستم با دیگه سیستم فایل خدا ثبت کنم. پس حالا ما میخواهیم که در روستا به شکل امتحانی ثبتش کنم. فایل نیمتا میگه بگو یعنی به نامش ثبت میکنی، میگم طور مثال به نام افغان آیزی مجرد تکیل سیف کنم و نالا به حافظه دائمی ارتباط کنم. وقتی که ما بایم به نام افغان آیتی که در دسکتاپ است، دسکتاپ مربوط درایو سی میشه. حالا من به خاطر امتحانی در درایو سی ثبت کنم. شما فایل رو میتونه خارج از درایو سی ثبت کنید. بعد از این میایم در قسمت حافظ بتن که ما داریم سیو است. فرق بین سیو و سیو از ای است که سیو تماما تغییراتی که در یک ورک بوک ما میاریم به چندین طریق اگر ما خواسته باشیم. طور مثال اگر ما بخوایم که همی افغان آیتی را مثلا جدید نمو رو باز میکنم، میخواییم که دمی افغان ایتی تغییرات وارد کنم، یعنی یک چیز را دگام زمیمش بسازم، پس بالایش رایت کلک اوپن باز شد. اینقدر موضوع دیگر هم فکر کنید ممروز جدیدن زمیمه ساختم به نام یو این. حالا من مثال برطان میتونم یا موضوعات کاری کنم، این قبلا ثبت شده اما این خود زمیمش شد. میخواییم که یا زمیمه یا زمین فایل قبلی شد، بازم دافظ بطن برشی میگیم سیف. وقتی که سیف بگوییم نه جای نه نام پرسون میکنم به خاطر که قبلا مین شده. مجرد که بگوییم سیف براتون نگفت که در کجا و به نام چی، از قبلا نام و برش جای داده شده. این حال وقتی که کلوز کنم ما شما میم افغان ایتی را که رایت کلک اوپن چیز زمین میشده به نام یوین. میخواییم پس یک چیز را از بین ببرم از داخل از امون افغان ایتی را دلیت میکنم. میخواییم باز زمینی از امون فایل شود چیزی که دلیت شده، باز ما سیف استفاده میکنم. سیوش کن کلوز. وقتی که ما افغان آیتی را اوپن کنیم اما چیزی که دلیت کرده بودیم از بین رفت. یعنی هرگاه بخواهید که در فایلتان یک چیز را زمیمه بسازین یا یک چیز را از بین ببرین که بخواهید زمیمه فایل قبلیتان شد و چی استفاده میکنیم سیف. اگر ما مثلا بیاییم یکی از موضوعات داریم این فکر کن که جنوری ریپورت است، این ریپورت آف مای جنوری است. اولا ما خیلی سیف میکنم در دسکتاپ به نام جنوری ریپورت سیف کلوز. ما شما میبینیم به نام جنوری ریپورت آمد. حالا فکر کنید که ماه می است یا ماه مارچ است یا ماه فبروری است، اما ضرور نیست که ما باید از یک ساعت یا دو ساعت دیگر ریپورت جور کنم. فقط به اساس بعض چینز یعنی بعض از تغییرات کپیش ما میتونیم که از ماه جنوری بگیریم. ماه جنوری را باز میکنم. حالا فکر کنید ماه فبروری است، فقط فکر کنیم که در ستنگایی که مثلا ما جدول که داریم تغییرات وارد میکنیم. فقط تمام این چیزایش هست بگو بعد از اون تنها اینجا تغییرات وارد شد. طور مثال برتون میگم چند لاین دیگه که بریجه بود ضرور نیست که ما اگر جدید در ورک بوک میاوردیم مجبور بودیم چی میکردیم این را مستر نشته میکردیم. حالا ما خود در ماه جنوری ایخ جنوری در ماه فبروری هم این بخش ضرورت داریم، اینی بخش ضرورت نیست. اینی بخش را چنین میکنیم به نام UNDP طور مثال، یعنی یک تغییرات وارد شد. اگر ما بیاییم در آفیس بطن برش ببینیم سیف بالای ماه جنوری ثبت میشن. اگر بخواییم که بالای ماه جنوری فایلش باقی بانه تغییراتی که ما آوردیم از فایل قبلی یک کپیش گرفته شده چی میکنیم؟ سیف ازش میکنیم، بالایش کلک میکنیم میگم سیف از تو استاپ یک جای ماین میسازیم. او به نام جنوری ریپورت بود، این را میتونیم بگوییم به نام فبروری ریپورت سیف. وقتی که بیاییم اینی جنوری ریپورت اینی فبروری از چی کپی گرفته شد؟ از جنوری. اما اگر جانب مقابل یا کس دیگه بیاییم فایل جنوری خود باز کنن در فایل جنوری تغییرات وارد شدن نه، چیزی که موضوع به اساس تغییرات کپی شد گرفتیم او چی هستن؟ فبروری هستن که در فبروری ای از ماه جنوری بود، یعنی به این معنی که 10 صفحه در ماه جنوری نشته شده بود. فقط در فبروری بعض تغییرات ها به خاطر فبروری آوردین مستقیما ما او را سیو کردیم. در فایل قبلی تغییرات وارد نشد، مستقیما به اساس تغییرات ما به یک بخش جداگانه تانسیم او را ثبت کنیم. خب این بود وظیفه سیو. بعد از این ما شما میایم به قسمت پرینت.
ما یک فایل اگر نشته کنیم تو مثال بانم چطور ما می فایل را می کنیم پرینت کنیم یعنی چاپش کنیم میاییم در قسمت آفیس بتن پرینت میخ منظور ما از چاپ هستن در قسمت پرینت و بعدا در لیستش کلیک میکنیم اینجا داریم نیم نیم وظیفه چی هست؟ میگه نام پرینتر تا بگو یعنی موضوعات که شما پرینت میکنیم امکان داره در یک بخش دفتر مثلا ده پرینتر باشه به نامای مختلف HP لیزر جیت هست مثلا به نامای مختلف هستن اینا رو پس هر چقدر پرینتری که نصال شد اینجا نامش برتون ظاهر میشه و مستقیما بالای نامش کلیک میکنیم و بعدا برش میگین اوکی همی عمل که شما در ورکبوک دارین در شیتتان در پرینتر پرینت میشه بعد از این داریم آل به این معنی چیزی که در میشیت هست یک صفحه، دو صفحه، ده صفحه، صد صفحه میگم چیزی که در میشه ای تو زایت هست پرینتش کنیم ما شما باید در اینجا و بعدا برش میگیم پرینت آل انتخاب میکنیم در مجموع در شیت پرینت میشه و اگر به این پیس میشه ما 100 صفحه داشته باشیم میگم از صفحه اول چاپ کن تا صفحه دوم یعنی 90 صفحه دیگر پرینت نمیکنه استاندارد شد که از اول تا ده و اگر بیم میگم از صفحه 50 چاپ کن تا صفحه 65 یعنی از بین 100 صفحه 15 صفحه را مشخص براتون چاپ میکنه و اگر ما شما بیم هیچ ما داریم پرینت و سلکشن ما داریم سلکشن موضوع چی هست این خطر جایی در یک جدول سلکت میکنیم یا یک موضوعات خاصه همون چیزی که ضرورت دارین شما سلکتش میکنین بگمی سلکشن ما سلکشن جایی که انتخاب شده بگو پرینتش کن در قسمت پرینت بیا بعد از او برش بگو سلکشن ما پرینت کن یعنی جایی که سلکت شده از او طرف خارجش نمیتونه که پرینت کنه اکتیف شیز اکتیف شیز چی هست اکتیف یعنی شیتی که فعال است براتون فعلا ما بالای کدام شیت هستیم؟ اینجا داریم شیت یک، شیت دو، شیت سه اما فعلا در شیت اول هستیم اگر به شیت دو باشیم شیت دوم نال اکتیف شد اگر به سه سه فعلا در شیت اول هستیم میگم پرینت کن اکتیف شیت برای ما پرینت کن اکتیف شیت در هر شیتی که فعال باشیم مستقیما براتون پرینت میشه اینجا دارین اگنار پرینت ایریاز پرینت ایریاز ما شما بعدا میخوانیم که از عمومی یک قسمت ماینر را اینجا ما شما میخوانیم قسمت پیج خب بعد از این خب پرینت ایریاز را ما شما در پیج لیاوت خواندیم باز میفهمیم که موضوعش در اینجا چی هست انتایر ورکبوک چی هست انتایر ورکبوک در امی یک ورکبوک که ما فعلا داریم اگر سه شیت باشن میگم اگر صد شیت هم باشن از این شیت اول پرینتش کن تا شیت صد هم میشه که در هر شیت ما صد ورق باشه در این شیت هم صد ورق هست اینجا هم صد ورق هست و در این شیت هم صد ورق هست اگر میشه که از این شیت بیشتر هم داشته باشیم سی شیت داریم پس این جمع از این در چی هست؟ در یک ورک بوک هست اگر ما برش بخواییم که مکمل همین بخش اکسل بر ما پرینت شدن باز میتونیم در قسمت پرینت بیاین بگوییم انتایر یعنی مکمل ورک بوک بر ما پرینت خدا کنه دارای چقدر شیت که قرار داره و بعد از این حالا ما میخواییم که چند کپی داشته باشیم از این چیزی که پرینت میکنیم در این صورت میگم پرینت کن آل میگه نمبر آف کپی رو بگیم چند کپی پرینت کنه براتون میگم برای ما ده کپی پرینت کنه اگر ده ورق باشن ده دفعه براتون از یک تا ده بار کپی میکنن اگر بگیم دو دفعه طور مثال صد صفحه باشن از یک تا صد پرینت میکنه باز از یک تا صد به می شکل اگر بگوین وان فقط یک دفعه کلیت اگر آنچه باشه هزار صفحه تکرارن دو رسال صفحه اول با صفحه اول صفحه دوم با صفحه دوم پرینت میشه یعنی هزار صفحه دو صفحه تکرارن پرینت میشه و اگر این چک باشه در این صورت ما میتونیم که هزار صفحه یک یک صفحه ستی بای ستی پرینت کنیم و اینجا ما داریم پرینت تو فایل وظیفه پرینت تو فایل چی هست؟ وظیفه پرینت فایل ای است که ما میخواهیم که همی خود پروگرام اکسل ها بعدگاه پروگرام ها ما باز کنم در این صورت من این فایل ثبت میکنم افغانستان بعد از اون ما میاییم ای را سیف میکنیم در دسکتاپ به نام افغانستان سیفش میکنم و بعد از اون اینجا به نام افغانستان ثبت شده اما با کدام لوگو ثبت شده؟ با اساس آیکن اکسل اگر من اینو باز کنم مستقیما در اکسل باز میشه اینا پس ما میخواهیم که به شکل ایده ما باز کنم که اوپن وب بیاید برام
میاییم در اینجا و بعد از اون در قسمت پرنت میاییم پرنت تو فایل و بعد از اون برش میگیم اینجا آوتپوت فایل نیمش رو میتونم میگم آل فارمت یک نام برش میتونم اوکی خب بساس چی برای ما ظاهر شد؟ این حال ما در اینجا میتونم بعض تغییرات ها و همچنان کانورت تو پی دی اف کنمش فعلا به اساس آل فرمت آمده بر من آل فرمت به ایمانو که در هر فرمت میتونم فایل ده باز کنم و اگر من اینو کلوز کنم اینجا به شکل آمده که آیکنش فعلا ست نیست که در کدام پروگرام باز شود مجرد که بالای زی دبل کلک کنیم اینجا براتون مسیج میده که در کدام پروگرام بازش میکنیم متوجه شدین وی که قبلا سیو کردیم استاندارد در یک پروگرام باز شد اینا رو میخوای کی را در پروگرام های دیگه شکل کانورت یعنی بخو بگیرم میتونیم که از استفاده کنیم که تمام پروگرام های جهاز یعنی میخوای اکسل در ورد مستقیم باز کنیم اینجا باز بیا مستقیم هم چیره باز کن پروگرام ورد یا مستقیم هم در نوت پد بازش کن یا پروگرام های دیگه که مانسال داشته باشیم در اینجا براتون ظاهر میشه بعد از این میایم در قسمت آفیس بتن و بعد از این در قسمت پرنت اینجا ما داریم فایند پرنتر فایند دریافت کردن پرنتر هم پرنتر هایی که ما در نتورک داشته باشیم بالای فایند پرنتر کلک میکنیم فیلند دایرکتری سرویسز از کارنلی ان اویلیبل ما نداریم فیلند کنم پرنتر که در نتورک باشه اگر در نتورک باشه مستقیم هم کمی فایند کنین میشه که یک پرنتر در منزل دوم باشه همو در نتورک هستن باز مستقیم هم که بگوی فایند برات پرنتر های دیگه برانچ هم میتونن که دریافت کنن اما در صورت که در نتورک باشیم و اگر نیگه در نتورک نباشیم در این صورت بعد از اینکه اگر دریافت نتونست میتونید نام پرنترتانه لوکیشنش رو بگوییم مثلا میگم نام پرنترم HP 2000 است لوکیشنش در PC 100 است فکر که PC 100 در منزل 2 است نام کمپیوتر است مدلش هم برش میگین که کدام مدل است همی اوکی کنین اون رو براتون اگر باشه دریافت میکنید و همچنان در قسمت پراپرتیز خب فعلا ما اینجا انستال نداریم کدام پرنتر پراپرتیز که ما همون لندسکیپ پورتریت که ما از اینجا میتونیم ستش کنیم از قسمت پیج لی آوت اینجا داریم پورتریت لندسکیپ و کدام اساس است هم از اینجا میتونیم و هم از قسمت پراپرتیز پرنت میتونیم عملا انجام میتونیم بعد از این در قسمت آفیس بتن و اینجا ما داریم پرنت خب کویک پرنت به این مانا send the workbook directly to the default printer without making changes این به این مانا ما در پرنت و در پیستات میشه مثلا ما سی پرنتر داشته باشیم کمی کویکلی پرنتر انتخاب کنیم در دفالت پرنتر مستقیم هم خودش پرنت میکنه بدون از اینکه از تو سوال کنه که در کدام پرنتر بدون تغییرات توجه هستیم به صورت یک سیچار پرنتر در یک نتورک یا در یک سیستم باشه دفالتش کدام هست اونمون که مستقیم هم در نیم خودش این مثلا این نام مورا آمده اونو دفالتش هست اوی که خودتان چوز انتخاب میکنین سلکت میکنین او باز جداگانه است اگر تو میخوای همیشه به دفالت پرنت شده برس کویک پرنتر انستال میکنین پرنت پریویو حالا ما میخواییم بفهمم که موضوعاتی که ما در اینجا درج کردیم امید در کدام صفحه فیلان قرار دیدن پس حالا ما چطور میفهمم که در کدام صفحه است یا در کدام قسمت صفحه است ما شما میم در آفیس بتن در قسمت پرنت و برش میگیم پرنت پریویو بالا کلک میکنم برای ما میگه که فیلان در صفحه اول به طرف چپ صفحه فایلتان قرار دیدن و بعد از این میتونیم که پس کلوزش کنیم فقط سرورتان ستنگ صفحه را نشان میده این صفحه 4 است و اینجا فایلت است یعنی اینالو پرنت هم کنین در صفحه 4 فایلتان در این قسمت قرار داره این وظیفه پرنت پریویوز که قبل از شاپ ستنگش برتان نشان میده و بعد از این میایم در قسمت اینجا داریم پریپیر پریپیر اولا داریم پراپرتیز وظیفه پراپرتیز چی است ما میخواییم درباره امی داکومنت که ما فعلا داریم در اینجا تاور مثال درباره افغانستان ما فکر کنیم که یک نود مشته کنیم تاور مثال 100 صفحه است این حالا ما میخواییم که معلومات مختصر دهی باره بتون چرا که یک شخص اگر بیا بخواه یک درباره افغانستان حالا که نمیفهمه درباره چی افغانستان مشته شده مجبور است که دو سه صفحه زوره بخونه تا که برش واضح شده این حالا ما میتونیم که توسط پراپرتیز او را واضح قرار بدیم در قسمت پراپرتیز میاییم بعد از این چی از اینجا استفاده کنیم also title, subject, keyword و چی بیاییم در این قسمت داکومنت پراپرتیز و عمومیش در داخل از این کلک میکنیم
بعد از میان در سمری میگه تایتل کتابتان به نام چی است؟ یا می وردبوگ که نشته کنیم میگم به نام افغانستان است. مضمونش میگه درباره چی نشته شده؟ سبجکتش میگم درباره برای مثال پاکستان. آتو نویسندهش کی است؟ احمد است. منیجرش کی است؟ منیجر این بخشی که به اصطلاح ترتیب و تنظیم می موضوع را براتون کرده. برای مثال میگیم رحیم است. کدام کمپانی را ترتیب کرده یا به عهده داره؟ میگیم کمپانی IOM. به چند بخش همین کتاب ما یا همین بخشی که ما مطرح کردیم به چند کاتگوری است؟ یعنی به چند بخش است؟ میگیم به 10 بخش است یا به 9 بخش است یا به 8 بخش است ما میتونیم درج کنیم. کیوردز کدام از این 9 بخش کدام بخشش قابل بحث قرار گرفته؟ یعنی مهمتر کدامش است؟ میگم بخش فهرستایش، فهرست در کجاست؟ در بخش اول کتاب میباشه. کامنت یک نظریه دیگه ارسام میتونیم که خلاصه کتاب میتونیم دیگه درج کنیم. This is all about borders. طور مثال یعنی یا موضوعات بیشتر دیگه درج میکنیم. Hyperlink base سایت اگر اینترنتی داشته باشه درج میکنیم www.afghanbook.com. اگر دارای پیکچر باشه یا آپشنش چک میکنیم. باز پس میایم و شما تشریح میکنیم و بعد از اون در قسمت کستوم میایم نیم میگیم توسط غفور با تاریخ ده یعنی 2010 ثبت شده. عادش میکنیم. بعد اندرش میگیم اوکی. اینان اگر یک نفر بیای امی فایل باز کن نیاز به این نیست که بخوای بفهمه که رابطه به چی افغانستان یا کابل مثلا نشته شده. این حالا پس ما چی میفهمیم که درباره چی افغانستان نشته شده؟ به دلیل از این ما بفهمیم ما شما میاییم این حالا ما اگر بفهمیم که درباره افغانستان فکر که 100 صفحه است مجبور است ما 3 صفحه زیر بفهمیم بخوانیم تا که برای ما واضح شود که درباره چی افغانستان است. این حالا در این صورت سهولت از این در کجاست؟ ضرور نیست که ما رو بخوانیم. در کجا مراجعه میکنیم؟ پراپرتیز یعنی یک راهنمایی است. بالاش کلیک میکنیم. بعد از اون هم معلومات ایجاز براتون و همچنان در قسمت داکومنت پراپرتیز ادوانس پراپرتیز میاد. بعد از اون میاد در قسمت سمری. پیش از سمری اولا این فایل سیو میکنم. اولا داریم جنرال. جنرال نام فایل تان نشان میده و همچنان تایپش چی هستن؟ مایکروسافت آفیس اکسل ورکشیت. لوکیشن هستن در کجا سیو هست؟ گفته در درایو سی داکومنت هست این در یوزر باز در کجا ثبت هستن؟ در دسکتاپش و همچنان سایز شه براتون گفته و همون کریت روزی که ایجاد شده تاریخ یا در مجموع براتون ثبت هست این روز یکشنبه 16 می 2010 دنی تایم تطبیق شده. اگر ما بیایم در سمری این است که چقدر معین میشه کمی اگر شخص که نفهمه برش حال واضح میشه. میگه تایتل کتاب رابطه با افغانستان است. مضمونش درباره چی نشته شده؟ مضمون کتاب افغانستان به خاطر موضوعاتی که پاکستان در اینجا مداخله داره مثال انت براتون سابجکتش درباره پاکستان نشته شده. نویسندهش احمد است. منیجرش رحیم است یعنی فکر نویسنده است که مشهور است. کدام کمپانی را با عهده داره رسمی است؟ کمپانی IOM یا UN یا موضوعات بعدی. بنا بخش تقسیم شده و کیورد بخش اولش مهمتر به ایست که فهرست است در یک کتاب. فهرستش مطرح است. اینجا معنی شد کنم. امی کل کتاب. This is all about borders. درباره سرحدات افغانستان است. مثلا یا درباره جنگ های افغانستان است. دمو وقت پاکستان مداخله داشت. این نیمه سک خلاصه شد. تا یک دو سفر رو بخونی اینجا برات خلاصه شد. و اگر همین شخص میخواد که کتاب خوانده مکمل یا یک متن اصلا من منظور نیست که تنها کتاب باشه میشه که یک موضوع دیگه باشه یک موضوع محاسبه‌ای باشه که محاسبه‌ای را با یک برانش روان میکنی معین میسازی که محاسبه از ماه جنوری است نویسنده مثلا در دفتر مرکزی کی است جمیل است او میفهمه که از دفتر مرکزی رب به جمیل داره یعنی ما تنها منظور از کتاب نیست. اگر بخواد که با سایتش مراجعه کنه اینی هم سایت اینترنتیش سایتش میگیره در صفحه اینترنت درج میکنه
و اگر بخوای بفهمه که این میز ای آپشن اگر چک باشه ای به این مانا که امی داکومنت ورک بوک ما دارای پیکچر هم هستن که پیکچر یک سنه دست داره فایل یا داره ورک بوک ما استاتستیکس باز کدام روز ایجاد شده تغییرات هایی که وارد شده اوپن که شده این موضوعات برتان ثبت کنید لاست سیفت بای مشعل مشعل به این مانا نام کامپیوتر هستن در وقت نسخه هم نمیتیم یعنی آخرین بار توسط امی سیستم هایی که به نام مشعل هست ثبت شده و اگر ما بریم قسمت کانتنس ورکشیت ما داره چند شیت هستن؟ سه شیت یعنی یک شیت دو شیت و سه شیت هست کستم توسط کی به چاپ رسیده یا توسط غفور به این تاریخ یا ثبت شده یا به چاپ رسیده یا این موضوعات مطرح است و همچنان این بود وظیفه پراپرتیز بعد از این ما شما میاییم در قسمت پریپیر و اینجا داریم انسپکت داکومنت بالاش کلک میکنیم وظیفه انسپکت داکومنت چی هست؟ هیدر فوتر این هایدن رو کالم این چیزا در صورت که اگر تطبیق شده باشی برتان نشان میده که در یک ورک بوک چی پنهان شده آیا هیدر و فوتر استفاده شده یا نشده چیزی که ما شما دورت خوانده بودیم طور مثال ما یک ورک بوک قرار میدیم فعلا این دو موضوع میخواییم نباشه حالا منظور ما نیست که نباشه منظور ما از بخش آفیس بطن هستن علی و رحیم به شمول تمام متایاتش نباشه میتونم میده سلیک کنم فعلا ما 6 نفر داریم 2 نفر رو پنهان میکنم میتونیم بیم به قسمت میگیم های روز این 2 نفر چی شد متایاتش پنهان شد اینالا اگر شخص دوم بیایی نمیفهمه فکر کنید که یک چیز کم هسته یعنی اگر یک جدول وسیع باشه نمیفهمه چی یاد این پنهان هسته هیدر انفوتر در کدام صفحه استفاده شده بازه این صورت در کجا مراجعه میکنه در قسمت پریپیر و بعد از این انسپکت داکومنت کلک میکنه و بعد از اون میگه دو یو وانت تو سیف آیا میخوایی فایل را ثبت کنی یس باید اول فایل خود را سیف کنیم به نام یک نام برش میکنیم مشهد بعد هم برش میگیم سیف مجرد تک سیف بگیم خب به این نام هست پلیس میکنیم چی هست این مثلا کومنت کومنت ها یارو ما شما میخونیم مثل که دور خونیم اگر از کومنت استفاده شده باشه هیدرن فوتر و اینا فعلا ما رو را در اینجا هایت کردیم این رو باش میگم انسپکت بعد از انسپکت میگه کومنت and annotations no items were found یعنی در امی ورک بوک کدام کومنت استفاده نشده کدام چیز را دریافت نکرد Document properties and personal information. The following document information was found. چی را دریافت کرد؟ بیشتر ما شما پروپرتیز استفاده کرده بودیم. یعنی پروپرتیز ایج استفاده شده. معلومات رو برد. XML data header and footer استفاده نشده. ایجا برای تم گفتن no header, no custom XML. Hidden rows. بیشتر ما شما دو نفر متایاتش در قسمت ورکبوک پنهان کردیم. اگر نفهمیدین این برتان در نمایی کرد میگه روکسک نی آیکن آمه چیزی که بینی آیکن آمد دریافت است چیزی که بینی آیکن آمد دریافت نکرد ایچه برتان میگه number of hidden rows found two دو نفر ما پنهان کرده بودیم متابیاتشن دو چیزی ایچه دریافت کرده که پنهان شده است این حالا برتان معلومات داد و ایچه برتان میگه که به کدام اساس است یا اینه hidden worksheet worksheet هاید نشده در رمی ورک بود اینی معلومات ها را برتان قرار داد این حالا تو فامیل دو چیز پنهان شده میدانین بیاین در اینجا کنترول ای سلکت آلش کنین بعد از او در مینوی هم اومده در فارمت که ما شما باز بعدان آمیره میخوانیم و اینجا برش میگین unhide rows دو نفر اک در اینجا فعلا نیست و مالا ظاهر میشه unhide rows کی ظاهر شد علی و رحیم پس این بینی اساس میتونه برتان معلومات بکن و همچنان درس ما میجا بس اصلا ادامهش انشالله بعدا پیش میکنه